کم دگروال غلام دستگیر محبت سے هموطنان عزیز نسبت زیکی وقت از مکالمه میگذاریم وقتی که بر ما داده شده پیرامون کنفرانس یا نشست امروز ما خدمت دوستا را به حرز میرسونم درود سلام به هموطنان عزیز و محترم با سپاس فراوان از هیئت رهبری مرکز علمی و فرهنگی افغانان شهر ملمو سویدن که با سعی و تلاش فراوان از کارنامه های تحقیقاتی، علمی و فضایی اولین کیهانورد افغان محترم عبدالاحد مومند بزرگداشت به عمل آورد. مرکز علمی و فرهنگی افغانان شهر مالمو سویدن از روز تاسیس بدین سو بر مبنای ضرورت تجمع افغانها در عرصه ایجاد راهیه اتحاد و همبستگی مهاجرین افغان در سویدن در خصوص مسائل ملی افغانی از جمله زنده نگاه داشتن کلتور افغانی با تمام ابعاد آن هم از نزدیک ساختن افغانها با هم ایجاد روحیه برادری و کنار گذاشتن اختلافات عقیدوی، سیاسی، مذهبی، کلتوری، زبانی، منطقوی و امثال آن کوشا بوده و در جستجوی زمینه های خوب و سالم برای تربیه اولاد وطن با روحیه وطن پرستی تب و تلاش زیاد نموده. قابل یادآوری است که این مرکز با تلهیل و بزرگداشت روزهای ملی و تاریخی چون نوروز باستانی، استرداد استقلال کشور، روز مادر، روز جهانی زن و عیدین و سایر چنین مناسبت ها توانسته است در میان افغان های شهر مالمو و اطراف آن جایگاه خویش را تثبیت و حفظ نماید. ابتکار بزرگی که این مرکز در تدویر این نشست علمی و ادبی به افتخار اولین کیهانورد افغان محترم عبدالاحد مومند نموده قابل قدر است. دوستان محترم، 29 اگوست سال 1948 میلادی روز تاریخی و فراموش نشدنی در تاریخ کشور ماست. در این روز محترم عبدالاحد مومند یکی از فرزندان افغان برای اولین بار به کیهان سفر کرد. هموطنان محترم، سفر کیهانی هیچ ضدیت با دین و عقاید ندارد. هر فرد بدون در نظر داشت قومیت، لسان و غیره با هر ایدئولوژی که باشد اگر برای منافع وطن و مردم کار میکند و نام نیک و افتخار برای کشور کسب کند قابل تمجید است. هر فضانورد، شاعر، نویسنده و مخترعی که از افغانستان به معراج کمال برسد افتخار آن مربوط کشور و مردمش میباشد. هموطنان محترم، باید متیقن باشیم که در آینده ها ممکن افغان ها به کیهان برود، مگر باید در نظر داشته باشیم که عبدالاحد مومند اولین آنهاست و اگر کسی چشم پوشی کند چشم تاریخ بیناست. من بنابر شوق و علاقه که به مطالعه دارم اکثر وبسایت های اینترنتی و تلویزیون ها را مشاهده می کنم، مگر با افسوس که هیچ یک از تلویزیون ها و یا نویسندگان در باره سفر کیهانی محترم عبدالاحد مومند و زندگی آن در سالهای اخیر چیز نوشته و یا نشر نکردند. این کار وظایف قلم و دستان مخصوصا ژورنالیستان و نویسندگان ماست. درست ممکن بسیاری از ماها میدانیم و میشناسیم که عبدالاحد مومند اولین کیهانورد افغان است. اطفال ما که فعلا به سنهای بزرگ رسیدن و تا حال اکثر جوانان ما آگاهی ندارند، باید برایشان معلومات داد که عبدالاحد مومند کیست و چی افتخار به کشور ما کسب نموده. با امید اینکه قلم به دستان، مورخین، جامعه شناسان، نویسندگان، شعرا و غیره افغانها با احساس
با احساس کشور با درک اهمیت تاریخی و سیاسی این گوشه از تاریخ کشور تحقیقات لازم را در این عرصه هرچی بیشتر انجام داده و تحلیل‌های انفرادیشان را پیرامون کار و فعالیت اولین کیهان‌نورد افغان نموده، مردم و علاقمندان کشور را در آشنایی هرچی بیشتر این تحقیقات تاریخی کشورشان قرار دهد. در فرجام با اغتنام از فرصت بهترین شادباش‌ها و تمنیات نیک خویشان به مناسبت این نشست ادبی باید رهبری این مرکز علمی در راست محترم انجینیر عبدالعزیز تقدیم نموده و تمنا می نمایم که این مرکز علمی در آینده نیز خدمات شایانی را به جامعه مهاجر افغان مبذول بدهد. با کمال احترام به محترم عبدالاحد مومند پیشنهاد می نمایم در صورت امکان تاریخچه این سفر کیهانی را از آغاز الی انجام با تصاویر دستداشت و شکل بروشور ترتیب نموده و دست از هموطنان عزیز ما قرار داده